به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در مورد عبدالقهار شهید در کولاب ما چند برنامه تقدیم نمودیم و امروز می‌خواهیم در مورد یکی از قاتلان احتمالی او برنامه مخصوص تقدیم نماییم، تا اینکه تمام از جنبه های این قاتل را برای شما مشخص و تقدیم نماییم. با عنوان برنامه را گذاشتیم قاتل عبدالقهار کولابی گریخته است. شمشاد شریفاو، افسر میلیسه شعبه منطقوی ریاست امور داخلی ولایت ختلان در شهر کولاب و یکی از متهمان قتل عبدالقهار رازیق، ساکنی 37 ساله شهر کولاب، برخلاف گفته مقامات وزارت داخلی کشور بازداشت نشده است و طبق معلومات رسیده به اصلاح از منابع موثق در شعبه کارهای داخلی وزارت داخلی شهر کولاب، نزدیکان او قصد دارند او را به مسکو و نزد یک عمکش که در گذشته در مقامات فعالیت میکرد بگریزانند. منبع ما گفت که شمشاد شریف و نزدیکان وی عمدتاً میلیسه و پراکرارها بوده، ولی هیچ یکی از آنها در وظایف اشغال کرده اشان تا به آخر باقی نماندند و با صادر کردن جنایت از کار پیش کرده شدند. شریف آها در جماعت دهات زیرکی کولاب زندگی میکنند. بابای شمشاد هم در گذشته میلیسه بوده و مردهای نمازخان را تحت شکنجه قرار میداده است تا که از نمازخانی دست کشند. شمشاد پسر خردی خانواده میباشد و ای دو پسر عمک دارد که رفیقان رستمی امام علی هستند. با رستم کلان شده با وای رفت آمدی نزدیک داشتند. شمشاد باید محکم شود، اما منبع اصلاح میگوید که او در کجای پناه کرده شده و در آزادی به سر میبرد. یک وقت یک نفر پدپلکانیک با فامیلی قلندر سردار شعبچه میلیسه در جماعت زیرکی بود. جماعت زیرکی 14 دهه را فرا میگیرد. پسر عمک های شمشاد از دوشنبه آمدند و او را در حضور مردم زیر مشت و لگد گرفتند. در درون کابینتش او را خوب لت و کوب نمودند. پدر شمشاد امام شریف او است، سر دکتر دهه جرقله جماعت دهات زیرکی است. سالهای سال اینجا کار میکند. کهنسالان دهه میگویند که امام شریف او هنوز در دوره شوروی نفری قبل از خودش در این وظیفه کار میکرده را دارو داده میکشد، یعنی با زهر. این کار را برای آن کرده بود است که وظیفه او را بگیرد. شمشاد یک برادر کلان دارد با نام سفر. سفر در گایی کولاب کار میکند. سفر 4 سال پیش در حالت مستی شبانه دو جوان را با ماشینش تعقیب و زهر کرده میکشد. او را از کار بیرون میکنند، تنها میرانند. جزایش که باید سختتر میشود، خب آدم کشته است، اما بعد یک سال بیکاری او را سردار شعبه گایی در شهرک شوراباد به کار میماند. چند سال بعد باز همین حالت را تکرار میکند. در حالت مستی سر رول دو نفر را تعقیب میکند و یکی از آنها را با ماشین زیر نموده میکشد. این دفعه از کار و از شهر هم پیشش میکند. دو سال بیکار گشت، اما حاضر در دوشنبه باز به رتبه افسر در کدام ناحیه شهر دوشنبه در گایی کار درآمده است. شریف آها یک عمکی پراکرار کلان داشتند و در دوره های ناتنجی در پراکراتور جنرالی کار میکرد. تا همین سالهای نزدیک کار میکرد. عمکی آنها طبق گفته های خودشان میبایست پراکرار جنرالی تعیین میشد، اما یکی مرد. این پراکرار یک پسر دارد با نام حاجیچا. همین حاجیچا با رستم در یک مکتب خواندند، هم سینفند و یک جا کلان شدند. حاجیچا حاضر خود را رکت و رزبار شکراس کرده است. فقط کارهای بد و افلاس میکند، مخصوصا در کلاب. این حاجیچا را برای کدام کار و کدام سبب یک بار گروگان گرفتند و $100,000 جانش را خلاص کرد. با همین شمشاد شریف و چند پیش هم کدام یک مشکل پیش آمد و همین حاجیچه آمد و سردار اوباب کولاب را شپلاق شپ و حقارت باران کرده بود. فقط به خاطر کدام کاری بدی همین شمشاد. این بسپریدلی تا کجا است و چرا است خود باید بیاندیشید. شمشاد شریف و آیله دار است. از زن اولش که از قشلاق زیرکی است 3 فرزند دارد. حاضر با زن دویمش زندگانی میکند. این باور کنید یک بوزی کلان است. یک برادرش سفر نام دارد و در گایی کار میکند. تمام تاکسیست های کولاب از دست وی بداد آمده بودند. یک وقت در پست شوراباد بود و از آنجا باز به شهر کولاب آوردند او را. یک روز یک راننده را من میکند و نمیستد. او را تعقیب میکند. آن راننده با ماشین دیگر بر میخورد و جا به جا هلاک میشود. سفر را با استاتی از کار سبک دوش کردند. 60 گوسفند داده در دوشنبه باز از نو با رتبه بالاتر کار میدراید. خوب این حکومت رحمان و فضل دیگر، فقط پورا بوده تمام دیگر. هر کسی را میکشی، مهم که در وظیفه رحمان رو مشکل ایجاد نکنی، هگان مشکل نداره.
اما که دیگرشان که رئیس محله زیرکی است و کار می باشد، خود را به دیوانگی زده از همین حساب نفقه دولتی می گیرد. دو تراکتور دیهر را به آرنده داده است. چنانه گفتیم پولهایش را به جیبی خودش می زند. کسی گپ زده نمی تواند. پسرش در پراکراتور در دوشنبه کار می کند. حالا مردم را بر دروغ اطلاع داده استادند که شمشاد شریف و محکم است. این گپ را برای آن گفته استادند که خش و تبار و جانبداران عبدالقهار رازی قوی جوان مرگ را آرام کنند. اما شمشاد محکم نیست. باید مسکو بگریزد. در مسکو حق نظری شریف و عمکش چنانه در بالا گفتیم زندگی می کند. سالهای پیش در وقتهای نوتینج سرداری میلیسای راه آهنی دوشنبه کار میکرد. انا همین حق نظری شریفا. وای در آن سالها با تمام کارهای با کشتار و دزدی و قتل و یعنی تمام کارهای رزبار و مواد مخدر دست داده بود. با پاره به دست افتاد، از آنجا گرفتند و ناحیه پنج سرداری میلیسا آوردندش. در پنج آدم کشت، باز هم کارهایش جزیر شد. اما باز او را زندان نکردند و تنها از قطاری یا از کارمندانی وزارت کارهای داخله پیشش کردند. گرخت رفت مسکو، آنجا شهروندی روسیه را گرفت. بعد چند مدت بازگشت و آمد، کارهایش را تیل کرد، از پابگ و رازیس کودش را آزاد کرد. حاضر شمشاد می خواهد پیش همین امکی قاتلش رود. شمشاد باز یک امکی دیگر دارد. در آیله آدمی دوم است، رئیس محله، یعنی در این آیله خودشون منظور. رئیس محله در جماعت دهات زیرکی است. برای دهات دو سه تراکتور آوردند که زمینی یک کم بغل و بشرا را جفت و کار خواجگی را آسان کند. اما که شمشاد باشد، تراکتور را با دیگر خواجگی ها آرنده داده پول کار آن را با جیب خودش می ماند. رئیس محله اما که بابا نظر، کری بابا نظر، پسر دارد با نام فیروز. فیروز پالکونیک است و در پراکراتور حربی کار میکرد. این زمان در دستگاه اجرایی پریزیدنت در دستی آزاده رحمان و کار میکند. خوب ببینید که کریش ها تا با کجا رفته رسیدند. وقتی مردم از دست همین رئیس محله ناراضیگی کرد با پاخستان، پراکرار شهر کلاب این رئیس محله را فریاد کرد. وقتی تفتیش کرده و دلای جنایتی بر علیه او کشادند، میبایست یعنی او را دستگیر و زندانی میکردند. همین فیروز میآید یا زنگ میزند، از بالا و از نام آزاده تهدید میکند. معاون پراکرار شهر کلاب دلای این آدم را گرفته، در نزد وی تعظیم کرده و عذر و بخشش پرسیده میگوید که بخشش اکم و شما را غم دادیم، شما آزادید، هر کاری که میخواهید دیگر کردن گیرید. شمشا شریف و یک برادر دارد، دله شریف و در زیرکی زندگی میکند، چوپان است، گوسفند دارد، گاو و مال مردم را در چراگاه های آنجا چراندنی نمیموند. یگان کس به اینها گپ نمیزند. مقصد تا وقت رستم امومالی و آزاده رحمان در بلست هست، این بدبخت ها از پشت همان میپرند و گپ میزنند و جنایت صادر میکنند. شمشا شریف و میبراید میرود، حاضر حجت آماده کرده استاده است. شمشاد مکتب شماره 13 را خوانده است. سواد کافی نداشت. کالج خوجند را بزور خوند و تمام کرد. در اوباب کلاب کار میکند. باز دو امکی دیگری شمشاد شریف و در ششم عدل کار میکند. سه ماه پیش یک برادر بیزنسمن از یه های زیرکی را سلفی گفته آورده شنوندند. آنها اکی و دادر بودند. برادر خردیش را آوردند، همان قدر پیشش رفتند و فهماندند که اینها این خل نیستند، فقط اینکه پدر و مادرشان و خودشان آدمانی نمازخوانی عادی بودند و تمام. اما شما کار خودتان را کنید گفته او را محکم کردند. خلاص 40,000 دلاری همان برادرها را گرفته و جوابشان داده است. این جوانمرد اسماعیل پسری بابای حاجی سعادت است که 40,000 دلار داده جانشان را خلاص کرد. خب باز نروند از این افرادی که خوب پاره دادند و جانشون را خلاص کردند نگویند که اینها به اصلاح گفتند. افرادی که این معلومات ها را به اصلاح میرسانند، افراد دقیق از همون داخلی وزارت کارهای داخلی و افرادی که از این قضیه ها آگاهی دارند. این افرادی که به شما پاره دادند از هیچ چیز خبر ندارند که به ما کی این معلومات را روان کرده است. با اون خاطر باز شما نروید با اونها ظلم کنید و اونها را زیر فشار قرار دهید. این را یعنی همچون یک مسلمان برایتون میگویم که این معلومات از این افراد به ما نرسیده است. اما که شمشاد که این کار را کرد، بیک شریف ها نام دارد. همین شمشاد است که عبدالقهار رازیقف را زد و کشت. عبدالقهار رازیقف را که 37 سال داشت و صاحب دو فرزند بود، شب 3 ینور در داخل شعبه وزارت کارهای داخله زده کشتند. یکی از همین قاتلان شمشاد شریف ها است. ضربه مرگاور و مهلک را همین شمشاد شریف ها زده است. اما مقابل وی جرم خنک نظری زده شده است و رمضان رحیم زاده بقچه دروغ میگوید که وی در بازداشت است. شمشاد در آزادی است و شاید الکی مسکو رفته باشد.
همین است سیمای واقعی رحمان و حکومت وی. وقتی ملیسه آدم را زدن میکشد و وزیر ملیسه او را برای آن که زندان نشود میگریزاند، از این حکومت چی میتوان انتظار شد؟ پس بیننده عزیز و گرامی، خودتان گویید که تروریست و اکستریمیست و افراطی کیست؟ خب امیدواریم که تمامی بینندگان گرامی قضیه را تا جایی که میبایست میدانستند آگاه گشتند و باید بدانیم که حکومت رحمانوف یک حکومت ظالم و آدم کش و قاتل و جنایتکار است و آنها هیچ کاری برای این ملت نمی کنند جز قتل و کشتار و دهشت و وحشت پراکنی. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه بیشتر مردم از این معلومات و از این برنامه آگاهی بیشتر داشته باشند، خاصتا برادران کلاب. و البته در مورد بعضی از معلومات های دیگر نیز از کلاب برای ما رسیده ایستاده است. در مورد ابله و بعضی از معلومات هایی که مربوط به وضعیت امروز است، انشاءالله در برنامه های نامه ها از ناحیه ها آنها را تقدیمتان می نماییم. ولی بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.